درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من میذارن که در خدمتتون باشم و مطالب روز و تحلیل روز رو خدمتتون ارائه بکنم. از مهندس فرزاد در اتاق فرمان تشکر میکنم، سپاس دارم که منو راهنمایی میکنن، کمک میکنن برای بهبود این برنامه. قبل از اینکه به سالن برم و به مهمانمون خوش آمد بگم، دو تا خبر کوچیک خدمتتون میگم و بعد روانه میشیم. یکی این که یک راه پیمایی یا اعتراضات بسیار بزرگی در لس آنجلس خواهد بود که در 11 فوریه، اگر که اون لوگو هست جناب مهندس بذارین که بینندگان ما اون لوگو رو ببینن. بله، این به گفته اینها بزرگترین راهپیمایی تاریخ هست، یعنی احتمالا تصور میکنن یا پیش بینی میکنن که از برلین هم بزرگتر خواهد بود و این بستگی به ما داره که اینو همه جا پخش بکنیم و مطمئنا از استیت های مختلف، از استان های مختلف آمریکا و حتی از قسمت های غرب کانادا هم ممکنه که بسیاری به لس آنجلس در اون روز برن. بنابراین اینو در تاریخشو و محلشو در فیسبوک من هست و همینو میتونین دو مرتبه نگاه بکنین برای این برنامه. نکته دیگه ای که در همین مورد میشه میخوام خدمتتون بگم، در 26 مارس یک برنامه بسیار بسیار بزرگی قرار هست که در تورنتو کانادا انجام بشه. در این برنامه مهمترین و مشهورترین هنرمندان و خواننده های ایرانی قراره که شرکت بکنن و اسمش هم هست برای، همون آهنگ معروفی که الان همه جا پخش هست. و هنرمندان تا اونجایی که من اطلاع دارم بدون اینکه هزینه ای رو بخوان تحمل یعنی برای برگزار کننده ها هزینه بکنن، قرار هست که به صورت رایگان این کار رو انجام بدن که البته نشون میده که چقدر هماهنگی برای این کار انجام شده و خواهد شد. البته بلیط هم خواهد فروش خواهد رفت برای اینکه هزینه های بسیار زیادی هست، یعنی خود هزینه اون استادیوم یا جایی که قرار هست انجام بشه که تخمین زده میشه بین 15,000 تا 16,000 نفر در اونجا باشن. از بینندگان این برنامه درخواست میکنم که این تاریخ 26 مارس رو حتما حتما یادداشت بکنن، پخشش بکنن و به محضی که بلیط ها آماده بشه که فکر میکنم آمادم هست میتونن که از روی آنلاین بخرن. این دوتا خبر رو من خواستم خدمتتون بگم قبل از اینکه به سالن بریم و به مهمان عزیزمون خوش آمد بگیم. خواهش میکنم که ما رو به سالن ببرین جناب مهندس. درود بر شما. سلام و درود دارم خدمتتون دکتر، خیلی خیلی خوش آمدین و خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم و سپاسگزارم که این دعوت من باز هم قبول کردیم. اگر که پرسشی دارین یا اگر سلام علیکی با مهمانان با بینندگان دارین خواهش کنم بفرمایید و اگر پرسشی هست راجع به این دوتا خبری که دادم من در خدمتتون هستم. درود بر شما و درود به همه بینندگان فرهیخته شما و خبرهای بسیار خوبی بود. من همیشه مشتاقم بشنوم که ایرانی ها بالاخره از این قدرت جمعشون در این کشورهای آزاد دنیا استفاده کنن برای اینکه سیاست های این کشورها تحت تاثیر قرار بدن و در همین مدت کوتاه 4 ماه ما دیدیم که چه کارهایی میتونن بکنن. حالا به احتمال خیلی زیاد این برنامه لس آنجلس و تورنتو حتما ما رو به مدار بعدی خواهد برد. حتما من فکر میکنم اینطور که گفته میشه تلویزیون های معتبر آمریکا و کانادا در این برنامه شرکت خواهند کرد و اینو برودکست خواهند کرد به تمام دنیا و به نظر میرسه که یک برنامه بسیار بسیار
عالی هست. بنابراین ما انتظار داریم که شما دکتر حتما تشریف بیارید در این برنامه. بنابراین 26 مارس رو یادداشت بکنید، برای اینکه حوادث دیگه هم در این تاریخ خواهد بود. حتما حتما. بریم به عرشبت که من دو تا خبر کوچک دیگه هم برای غیر از این موضوع برای شما و بینندگان مطرح میکنم و بعد بریم به موضوع، دو تا موضوع اصلی که امروز من از شما دعوت کردم که خدمتون باشیم. یکی این که پروازهای لوفتانزا و اتریش ایرویز و سوئیس ایر برای مدت یعنی از پریروز قطع شده از دوشنبه و قرار هست که یک تعاملی بکنن ببینن که این برنامه ریس پهپادهایی که اصفهان رو زدن و چند نقطه دیگر رو زدن چه اثراتی میتونه داشته باشه و احیانا پیشگیری بکنن احیانا حادثه هواپیمای اوکراین پیش نیاد. بنابراین الان این سه هواپیما، شرکت هواپیمایی فعلا تا اطلاع بعدی پروازی به ایران ندارن. این یک خبر بود. دیگر اینکه در نیروهایی که ویژه‌ای که در خلیج فارس هستند با کمک نیروی دریایی فرانسه یک محموله از اسلحه و مهمات در فکر میکنم در خلیج عدن گرفتند و اینا قرار بوده که به یمن بره و در اینجا احتمالاً این خبر باعث میشه که اون ماهیت جمهوری اسلامی برای اخلال در کشورهای مختلف باز هم رونمایی میشه، در حالی که قرار هست که در یکی دو روز آینده نشستی بین وزیر خارجه عربستان و جمهوری اسلامی در عراق باشه و این نشون میده که اصلا یک رایمن ریومی یعنی هیچ تشکلی وجود نداره که نشون بده که اینا میخوان بشینن صحبت بکنن، از این طرف اسلحه میفرسن که اون اسلحه ها بتونن که عربستان رو تحت فشار قرار بدن. بنابراین این چند تا موضوع رو خواستم که خدمتتون بگم. اگر جناب علی موضوعی دارین بخواین که اضافه بکنین بفرمایید، خواهش میکنم. البته جمهوری اسلامی هیچ وقت در 43 سال عمر خودش به خاطر منافع ملی ما کاری نکرده که هیچ، بلکه همواره در مقابل منافع ملی ما، بر ضد منافع ملی ما حرکت کرده. جمهوری اسلامی منابع ایران رو برای منافعی ضد ایران خرج میکنه و این یک فاجعه است در تاریخ ما. دشمنی که با عربستان سعودی، رقابتی که با عربستان سعودی در منطقه را انداخته، یک رقابت ایدئولوژیکه. اگه حداقل اگه رقابت اقتصادی هم بود خوب بود، هر رقابتی بود خوب بود به جز رقابت ایدئولوژیک. اینی که عربستان سعودی خودش رو رهبر جهان اسلام بدونه یا جمهوری اسلامی خودش رو رهبر جهان اسلام بدونه هیچ عوایدی برای ملت ما نداره. جمهوری اسلامی همونطوری گفتم، حداقل عربستان سعودی و حکومت عربستان سعودی موقعی که منابع اقتصادی عربستان سعودی رو در دست دارن برای منفعت ملی عربستان خرج میکنن، برای عربستان سعودی خرج میکنن، برای توسعه اقتصادی عربستان خرج میکنن. پروژه های عظیم اقتصادی، تجاری، پتروشیمی، نفت، گاز رو در عربستان سعودی ایجاد کردن، طوری که صندوق واقعا ساورن فاند عربستان یا صندوق توسعه ملی عربستان حدود 2 تریلیون دلار سرمایه درش وجود داره، در صورتی که جمهوری اسلامی تا واقعا منابع آبی و آب و هوا و زمین و خاک ایران رو هم داره بر علیه منافع ملی ما به تاراج میده، برای اینکه یک سری موهوماتی رو به عنوان نمیدونم اطلاع امت اسلامی در منطقه خرج بکنه. بنابراین هر کاری که جمهوری اسلامی بکنه فقط میشه یک قسمتش تضمین شده است و اون اینه که در اون اقدامی که جمهوری اسلامی داره میکنه چه گفتگو بکنه با عربستان چه نکنه، چه گفتگو بکنه با امریکا نکنه، چه با
عراق رابطه داشته باشه چه نداشته باشه، چه با روسیه داشته باشه چه نداشته باشه، هر قدمی که میکن جمهوری اسلامی برمیداره بر علیه منافع ملی ماست و تنها آرزویی که و تنها برنامه عملی که ما ایرانی ها میتونیم داشته باشیم اینه که عمر این رژیم رو تا اونجایی که در توان اون هست کوتاه‌تر بکنیم برای اینکه منافع ملی ما بیشتر از این آسیب نبینه. بله دکتر، چند تا عکس داریم و یک ویدیو یک دقیقه‌ای مربوط میشه به زلزله خوی. اول میخواستم که تسلیت بگم به بازماندگان، کسانی که زیر آوار موندن و متاسفانه طبق همیشه زلزله بیاد، سیل بیاد، آوار بشه، جمهوری اسلامی پاسخگو نیست و خوی هم جزو همین برنامه هست. این نوشته شده برای کمک به زلزله زدگان خوی، حساب خودم را اجازه نمیدهند یک خیریه مطمئن پیدا بکنم. بنابراین این یک کلیپ هست و نشون میده که به چه صورت است و این یک کودکی رو نشون میده که در سرما در چه وضعیتی هست و هوا هم فورکست پیشبینی هوا هم در چند روز آینده بسیار سردتر از این دو سه روز گذشته است. این ذبیح‌الله کاظمی فرماندار خوی گفته که بودجه 1401 برای امداد زلزله زدگان قبلا صرف نوسازی عتبات آلیات شده. خب ما گرفتاری ما همین است، برای جمهوری، برای مردم ما، کشور ما عتبات آلیات مهمترین اهمیت رو داره برای عرشبت حضورتون که جمهوری اسلامی. یه دونه ویدیو هست، این ویدیو رو هم میبینیم و بعد برمیگردم خدمت شما اگه ممکنه جناب مهندس فرداد، اونم خواهش میکنم پخش بکنید. واقعش افرادی که مصیبت میبینن یا امتحانی پیش میاد، اینها عبرت هستن برای بقیه. ما با صدقه و با کارهای خیر این بلاها رو بیشتر دفع بکنیم و اینا امتحانهای الهیه و عزیزانی که بستگانشون در این حادثه صدماتی دیدن به امید کمک دولت و دیگران نباشن، خودشون واقعا هر چقدر که در توان دارن از نظر معنوی و مادی کمک بکنن که مشکلات عزیزانی که ماندن حل بشه انشالله. و ما هم دعاگوشون هستیم و این زلزله ها واقعا یک یاداوری هم باید باشه برای زلزله بزرگ قیامت. میدونید یکی از سورهای قرآن به نام زلزاله، این زلزله ها تمام شدنیه و بیرون آمدن از قفس دنیا و بدن هست، ولی مهمترین موضوع زلزله قیامتی که انشالله هشدارهایی است که ما خودمون رو آماده کنیم برای اون زلزله بزرگ و خودمون رو بسازیم که انشالله اونجا برامون خطری تهدید نکنه. انشالله. خب دکتر، من میخوام یقمون چه پاره بکنم با شنیدن این صحبتهایی که این آخوند میکنه. واقعا من در یه جای نوشتم برای این یک سایتی هست که خیلی مسلمونا خیلی دو آتیشه اونجا هستن و بعد اینو گذاشتم و گفتم که شما نگران هستین که مردم به مساجد نمیرن یا اینکه دین ستیز شدن و یا اینکه از دین فرار کردن. این نمونهشه. ببینین که میگه که خودشون به مشکل خودشون برسن. ما این عکسای قبلا هم دیدیم. اگر فرمایشی داریم بفرمایید دکتر. بله، بزرگترین زلزله‌ای که در تاریخ ما اومده اسمش جمهوری اسلامیه. بزرگترین بلا و مصیبتی که به سر ملت ما اومده اسمش جمهوری اسلامیه. و هرچه که این سخنان رو بگن عوامل رژیم، هرچقدر توهم پراکنی، جهل پراکنی، خرافه پراکنی بکنن، دست خودشونو برای جنایت‌هایی که بر علیه منافع ملی ما انجام دادن بیشتر باز میکنن و مردم رو بیشتر آگاه میکنن. ملتی که روی بزرگترین سرمایه های دنیا، بزرگترین ذخایر دنیا، از ذخایر انرژی گرفته تا منطقه سوق و جشی که کشور ما اشغال کرده، از ملت مستعد، از تاریخ و فرهنگ بسیار غنی، از جمعیتی بسیار تحصیل کرده، از داشتن دو دریا در شمال و جنوب کشور و از امکان استفاده از نیروی انسانی که بالاترین سرمایه ما هست، با وجود همه این ثروت‌ها جمهوری اسلامی آنچه که در ایران وجود داره را به قول خودشون خرج عتبات آلیات میکنن، خرج یک سری ساختمان هایی که
معلوم نیست چه کسانی در اون ساختمان ها دفن هستن میکنن و بعد از قبل این توهم و خرافه رو در کشور اشاعه میدن و اجازه نمیدن که ملت ایران به کاروان تمدن دنیا بپیونده، همونطوری که تمایلشون هست، همونطوری که در خیابان‌ها این نیاز رو و این خواسته خودشون رو فریاد میزنن. جمهوری اسلامی به وسیله این آدما و وسیله این نوع سیاست‌ها فکر میکنن که اینها سیاست کنترل جمعیته. موقعی که میگن برین دعا کنین، برین خودتون به فکر خودتون باشین، از دولت توقعی نداشته باشین، چرا نباید از دولت توقع داشته باشن؟ مگه دولتی که تمام سرمایه های زیرزمینی ملت دستشون هست، دولتی که گاز رو میفروشه، نفت رو میفروشه، دولتی که از مردم مالیات میگیره، دولتی که از مردم پول برق میگیره، دولتی که حتی قیمت ها رو کنترل میکنه، دولتی که روزانه 5,000 میلیارد تومان پول چاپ میکنه، چرا نباید این دولت توقع داشت؟ این دولت وظیفه‌ای به جز پاسخگویی به مردم نداره. به هیچ وجه این دولت وظیفه اینو نداره که سرمایه های میلیاردی رو خرج نیروهای نیابتی در لبنان و سوریه و عراق و یمن بکنه و بعد موقعی که بچه های ملت ایران دارن توی سرمایه زمستون یخ میزنن از زلزله، بگن از دولتتون توقع نداشته باشین. چقدر بی شرمی، چقدر بی پروایی، چقدر جنایت واقعا، که اینها همینطوری که من دارم میگم، اینا واقعا خشم ملت رو میافزایه و به هیچ وجه اینا فکر نکنن که اینها پاسخی هست به نیازهای ملت. اینها این خشم تلمبار شده رو تلمبارتر میکنه و ریشه اینها رو از ایران میکنه، همونطوری که تا به حال حداقل در ذهن و قلب ملت ایران ریشه اینا رو کنده، فقط این مونده که وسایل عملی و مادی برای بیرون انداختن اینا از کشورمون پیدا بکنیم. بله دکتر، بریم به موضوع، یکی از موضوع اصلی امروز و اون موضوع وکالت هست که شما در این مورد هم بسیار راجبش در میدونم، من خودم نبودم ولی شنیدم در کلاب هاوس و جاهای دیگه راجبش به تفصیل صحبت کردیم. قبل از اینکه نظرتون رو بخواستم که برای بینندگان این برنامه مطرح بکنید، ویدیو 2 دقیقه هست آقای رضا تقی‌زاده. از مهندس خواهش میکنم که اگه ممکنه این ویدیو 2 دقیقه رو با هم دیگه ببینیم. من حامی شاهزاده رضا پهلوی هستم. هر چه دستم ساخته باشه برای کمک به شاهزاده واقعا دریغ نمی کنم و در گذشتم دریغ نکردم. ولی شاهزاده تصمیمات میگیرم که من اون رو همسو با سلیقه خودم نمیبینم. اون چیزی که به عنوان توییت من حمایت میکنم یا من وکالت میدم از شاهزاده، این ملاحظات رو من دارم. حتی اگر ایشون دیداری با یک شخصیت سیاسی بکنن، از کدام مقام، همین که بگن من وکیل مردم هستم این کافیست، اون وقت این وکالت با 350 هزار نفر در مقابل 85 میلیون جمعیت ایران آیا وجاهت قانونی ایجاد میکنه؟ و یا اگر حتی این 3.5 میلیون هم بود، باز این وجاهت قانونی رو ایجاد میکرد؟ 350 هزار امضا یا 500 هزار امضا ایشون میخواد با مقامات خارجی صحبت بکنه، با کدوم مقام در مورد چه موضوعی میخواد صحبت بکنه و از کدام جایگاهی میخواد با اونها صحبت بکنه و به چه نتیجه‌ای برسه با اونها؟ واقعا الان باید بپرسیم که مسائل ایران الان میتونه فرانسه حل بکنه؟ و حالا با این وضعیت کشورهای خارجی چقدر در داخل ایران نفوذ دارن؟ واقعا چقدر دارن؟ و اگر هم داشتن، جایز بود که یک نفر به نمایندگی از مردم ایران بخواد با این قدرت‌ها وارد مذاکره بشه؟ و بعد مذاکره راجع به چه چیزی؟ و این پرسش من داشتم و هنوز دارم در مورد اینکه شاید این تصمیم هم تصمیم مطلوبی نبوده. بسیار خوب. دکتر کنگلو، صحبت‌های آقای رضا تقی‌زاده، دکتر تقی‌زاده رو شنیدین و احتمالاً شما ممکنه این ویدیو رو قبلا دیده باشین، ولی برای اینکه وضعیت ایشون مشخص شده که چیزی میگن، مطالبی که میگن، شما خواهش میکنم نکات خودتون رو در مورد وکالت و اینکه برداشت شما چی بوده، آیا اینو شما فکر میکنین که ممکنه جمهوری اسلامی
از این اختلاف و انشقاق سوء استفاده کرده یا حسن استفاده کرده و این در حقیقت اپوزیسیون رو به جون هم انداخته و در حقیقت این براندازی که از 4-5 ماه پیش شروع شد، از زمان مهسا شروع شد، به صورت یک تعطیلی موقت در اومد که البته حالا راجبش صحبت میکنیم. نظر شما رو میخواستم اگر تا هر جایی که میتونین راجع به این موضوع صحبت بکنیم که هم برای بینندگان این برنامه و دیگرانی که این برنامه رو خواهند دید روشن بشه. آره، من معتقدم که کمپین نه تنها انشقاق یا خللی در روند مبارزه ایجاد نکرده، بلکه بسیار مهمه برای اینکه ما در 4 ماه گذشته ملت ایران دیدن که به وسیله حضور پررنگشون و پرتعدادشون در خیابان‌های کشورهای مهم دنیا میتونن سیاست خارجی اونا رو تحت تاثیر قرار بدن. در همون شهری که شما زندگی میکنید 50,000 ایرانی اومدن بیرون و جاستین ترودو نخست وزیرتون 10,000 عضو سپاه پاسداران رو روی لیست تروریستی گذاشت، لیست تحریم گذاشت. این دستاورد بسیار بزرگیه برای ایرانیان تورنتو. هیچ کدوم از حکومت‌های مختلف، ادمنستریشن‌های مختلف، احزاب مختلفی که در کانادا به قدرت رسیده بودند در ظرف 43 سال گذشته این کار رو نکردن. حضور پررنگ ایرانی ها در تورنتو و در شهرهای دیگه در ونکوور، این رو به سیاست مداران کانادا این پیام رو رسوند که اگر رأی اینا رو میخواین باید به مطالبات اینها احترام بگذارید. در استراسبورگ حضور 25,000 نفری ایرانیان در مقابل پارلمان اروپا باعث شد که رئیس پارلمان اروپا به جمع تظاهر کننده ها بیاد و اون حرفای بسیار زیبا رو بزنه که من با شما از ما در مقابل جمهوری اسلامی میستیم، و بالاخره موقعی که برگشت به پارلمان با اکثریت قاطع در پارلمان اروپا نام سپاه پاسداران روی لیست تروریست ها رفت. حضور پررنگ مردم ایران در برلین باعث شد که 80,000 نفر به خیابون بیان و الان وزیر خارجه برلین آنالینا بیرباک تبدیل شده به یک سخنگوی واقعا پرحرارت انقلاب ملی مردم ایران. پس حالا به وسیله این مشاهدات میتونیم بگیم که ما 2 راه روبرومونه. یکی این که هر هفته 20,000 نفر رو توی پایتخت‌های کشورهای مهم دنیا به خیابون بیاریم تا بتونیم مطالباتمون رو به گوش رهبران برسونیم، و دلیل اینکه نیاز داریم مطالباتمون رو به گوش رهبران برسونیم برای اینکه دیدیم چطور میتونه تأثیر بذاره توی سیاست خارجی اونا. جمهوری اسلامی میدونه و به خاطر همینم تمام تلاشش رو داره میکنه که این اتفاق در اروپا نیفته، که اگر سپاه پاسداران در اروپا در شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصویب بشه که نام سپاه پاسداران توی لیست تروریست‌ها بره، بعد هر شرکتی که با سپاه پاسداران معامله میکنه جزو تحریم‌های ثانویه قرار میگیره. تمام کشورها، حتی کشورهایی مانند چین و روسیه هم خودشونو جمع جور خواهند کرد. بنابراین یکی از بزرگترین محل درآمدهای سپاه پاسداران خشک میشه. سپاه پاسداران تبدیل به دشمن شماره 1 ملت ایران شده. هر کاری که سپاه پاسداران میکنه بر ضد منافع ملی ما هست، چه کارهایی که درون مرز میکنه و چه کارهایی که بیرون مرز میکنه. و یک مشاهده ساده از اتفاقاتی که 4 ماه گذشته اتفاق افتاده به ما نشون میده، به ما ایرانیان نشون میده که این مسئله بسیار مهمیه. یعنی تحت تأثیر قرار دادن سیاست خارجی کشورهای مهم دنیا که رابطه تجاری عمده با جمهوری اسلامی دارن. حالا شما این رو بذارین مقایسه کنین با کاری که نایک برای امضای برجام کرد. نایک یک سازمان کوچیک تونست با منابع مالی که جمهوری اسلامی در اختیارش گذاشته بود، تونست دم و دستگاه دیپلماسی آمریکا رو قانع کنه که جمهوری اسلامی هیچ رقیب قدر قدرتی چه در درون ایران و چه در خارج از ایران نداره.
و سرنگونی جمهوری اسلامی به نفع منافع ملی و امنیت جهانی نیست و به این ترتیب اونها رو قانعشون کرد که به برجام تن در بدن و این یک ضرر بزرگی به منافع ملی ما بود. حالا اگه یک گروهی مثل نایک، یک گروه 200 نفری بتونن همچین دستاوردی داشته باشن، چطور 8 میلیون ایرانی خارج از کشور نمیتونن کاری بکنن؟ این یک سوال واقعا ابهام‌آمیزی نیست. دیدیم که میتونن، 4 ماه به ما نشون دادن که میتونن این کارو بکنن. منتها اون نحوهی که تا به حال انجام شده هم قابل تداوم نیست، برای اینکه امکان اینی که ما نمیدونم چند سال دیگه طول میشه تا جمهوری اسلامی، چند ماه دیگه طول میشه تا جمهوری اسلامی سرنگون میشه، امکان این که ما هر روز 50,000 نفر را توی 7 شهر دنیا به خیابون بیاریم تا بتونیم سیاست ها رو تحت تاثیر قرار بدیم وجود نداره. بنابراین بهترین راه اینه که این عده آدما نمایندگی بدن به یک نفر که اون آدم همین کاری رو بکنه. جناب تقی‌زاده میپرسید چیکار میخواد بکنه، چه حرفی میخواد بزنه؟ همون حرفی رو که ایرانی‌ها تو برلین زدن، همون حرفی که شاهزاده رضا پهلوی با وکالتش میتونه بره تو اتحادیه اروپا. 25,000 ایرانی که نمیتونن برن تو ساختمان اتحادیه اروپا، ولی اتحادیه اروپا میتونه در جلساتی که داره درباره ایران تصمیم میگیره از شاهزاده رضا پهلوی دعوت کنه به عنوان سخنران مهمان، بره اونجا بگه چرا باید سپاه پاسداران روی لیست تروریستی بره، چرا باید سفرای جمهوری اسلامی از اروپا اخراج بشن، چرا باید سفرای اروپایی از ایران فراخونده بشن، و اقدامات بعدی مشخص دیگه ای. البته ایشون خودش بسیار روشن گفته که من وکالت رو تنها تا لحظه سرنگونی میپذیرم. به وسیله این وکالت ایشون بسیار میتونه دو تا کار مهم انجام بده. اون چه کارهایی که جناب تقی‌زاده میگفت پاسخش اینجاست. یکی توانمندسازی مبارزین به وسیله کوتاه کردن دست سرکوبگران که در رأسشون سپاه پاسداران و بسیج و عوامل وزارت اطلاعات هستن، و در درجه دوم ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی و توانمندسازی مبارزین. این یک وظیفه بسیار مشخص و موجز و دقیقه که هم ایرانیانشون دادن که مخرج مشترک خواستهای اونا هست در تمام مبارزاتی که در 4 ماه گذشته در خیابان‌های کشورهای دنیا از مطالبه کردن، و هم اینی که این امکان وجود داره که حالا که نماینده خودشون انتخاب کردن، از این بعد این نماینده به داخل کاخ وزارت خارجه آلمان بره، به داخل کاخ صدر اعظم آلمان بره، به کاخ ریاست جمهوری آلمان بره، به کاخ سفید بره، به کاخ باکینگهام بره، به کاخ الیزه بره. هم رفت و آمد این نماینده مردم ایران نه تنها مذاکراتی که در پشت پرده انجام خواهد شد، بلکه خود رفت آمدها یک اعتباری به این نماینده ملت ایران در مقایسه با اون نمایندگانی که جمهوری اسلامی در دنیا میفرسته به مقابل دوربین ها و وزارت خارجه ها و کاخهای ریاست جمهوری برای اینکه ایران رو نمایندگی بکنن. ایرانی که شاهزاده رضا پهلوی نمایندگیشو بکنه و حداقل در این مرحله در فاز سرنگونی جمهوری اسلامی تقاضاهای بسیار مشخصی برای ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی داشته باشه، تقاضاهای مشخصی برای توانمندسازی مردم ایران داشته باشه. مثلا شاهزاده رضا پهلوی میتونه با ایلان ماسک بشینه و از ایلان ماسک بخواد که آنچه که در توان داره برای فرستادن استارلینک به ایران انجام بده. میتونه با ثروتمندان بزرگ دنیا، با اینفلوئنسرهای بزرگ دنیا نشست و برخاست بکنه و از اونا بخواد که از اون پودیوم ها بلنگوهایی که به دستشون هست در وقایع مختلف ورزشی، هنری، سیاسی، اجتماعی درباره مسئله ایران صحبت بکنن. ما میدونیم که این مسئله بسیار مهمیه. چند تا از گوینده های تلویزیونی امریکا چند شب در اون اوایل جنبش مهسا این مسئله رو عمده کردن و برجسته کردن و تأثیر بسزایی داشت. یکی از اونها خانم جنیفر لارنس هست که هنرپیشه بسیار بسیار محبوبیه و این هنرپیشه محبوب واقعا در هر جایی که نشسته درباره هر بلنگویی که پیدا کرده در مورد ملت ایران، درباره زنان ایران و درباره مبارزین ایران و درباره جنایت‌های جمهوری اسلامی صحبت کرده. خب می‌دونید چقدر جنیفر لارنس توی امریکا وجود داره، چقدر جنیفر لارنس توی کانادا وجود داره، توی اروپا وجود داره. این فقط یک مقوله هنرپیشه‌های سینما هستن. ورزشکارا به همین ترتیب. پسر آلن دلان یکی دیگه از کسانی هست، یکی از سلبریتی‌های دیگه است که
از مبارزات ملت ایران دفاع کرده. خب ببینید این آدم ها که نمیتونن با 12,000 نفر آدم توی این شهر و اون شهر و اون شهر ملاقات کنن، ولی میتونن اینفلوئنسرها، رهبران سیاسی، رهبران مذهبی، رهبران ورزشی، تمام کسانی که به آزادی و آزادگی دل بستن میتونن با شاهزاده رضا پهلوی نشست و برخاست بکنن و خود این نشست و برخاست ها هم جایگاه ایشون رو هم در میان ایرانی ها و در میان خارجی ها به عنوان نماینده ایران متمدن میتونه برجسته و برجسته تر بکنه. ایرانی ها از این تماشای این نشست و برخاست ایشون با رهبران دنیا دلگرمی بیشتری پیدا بکنن، این خودش میتونه مبارزین بیشتری رو به خیابون بکشه. اینها جواب مشخص درباره چراهایی که جناب تقی‌زاده میگفتن، چه چیزی رو میخواد پشت درهای صحبت. شما واقعا موقعی ما اینقدر به شاهزاده رضا پهلوی شک داریم که میخوایم یک کسی رو بفرستیم پشت درهای بسته که گوش کنه به اینکه چه چیزایی میگه؟ نمیدونیم که شاهزاده در همون کاری که در 43 سال گذشته کرده، شما ببینید در 12 فروردین 1358 در اون رفراندوم قضایی جمهوری اسلامی به ادعای جمهوری اسلامی 98% ملت ایران بر علیه خاندان پهلوی رأی دادن، یعنی رأی به جمهوری اسلامی آری دادن. بین 12 فروردین 1358 و هفته پیش 1401 که یک نظرخواهی بلومبرگ فارسی نشون داد 75% ملت ایران که 35,000 نفر در این نظرخواهی شرکت کرده بودند نشون داد که 75% ملت ایران به شاهزاده رضا پهلوی اطمینان دارن برای اینکه نمایندگی اونا رو بکنه در دوران گذار به سرنگونی جمهوری اسلامی. بنابراین ظرف 43 سال عدم محبوبیت 98% به محبوبیت 75% تبدیل شده، یعنی 170% محبوبیت خاندان پهلوی افزایش پیدا کرده. البته یه مقداری اعتبارش به عملکرد جمهوری اسلامی میره، ولی یه مقدار زیادی اعتبارش به نحوی که شاهزاده رضا پهلوی برای حقوق بشر، برای آزادی همه ایرانی‌ها، برای سربلندی و اعتلاء ایران همونطوری که پدرش و پدر بزرگش ایستاده بودن ایستاده، نشون داده که به هیچ وجه اسیر احساسات نمیشه، اسیر قدرت طلبی نمیشه، نشون داده که شاید تنها رهبر سیاسی هست که به هیچ وجه چشم داشتی به قدرت نداره. خودش هم گفته که نمیخواد آقا بالا سر بشه و نه آقا بالا سر دوست داره. مجموعه این سری عوامل به نظر من به شاهزاده رضا پهلوی یک خاصیت منحصر به فردی رو میده، یک خصوصیات ویژه‌ای رو میده برای اینکه نمایندگی مرحله از جنبش رو به عهده بگیره و جنبش رو به طور مؤثرتر پیش ببره. برابر این کسانی که هم به ایشون شک میکنن و همینی که به هر دلیلی جلوی این وفاق و اجماعی رو در رهبری سیاسی میگیرن به وسیله چشم و همچشمی هاشون، به وسیله حسادت هاشون، به وسیله بحث های آبکشی و بحث های نخنمایی که منطقهای نخنمایی که من تا حالا یک منطق اصولی منسجم برای اینی که شاهزاده رضا پهلوی وکالت نداشته باشه یا اینی که وکالت انشقاق در صفوف ملت ایجاد کرده باشه ندیدم و نشنیدم. به همین خاطر من معتقدم که بسیار سیاست مفیدیه، بسیار پروژه مفیدیه و نیاز این مرحله از جنبش بوده و به نظر من میتونه دست مردم رو توانمند و جمهوری اسلامی رو ناتوان کنه. بله، دو تا کنگلو، چند تا اپوز، موضوع اپوز هست برای مطالبی که شما اشاره کردین. یکی این که اول که شاهزاده، من بارها گفتم و تکرار میکنم و واقعیتم همینه، شناخته ترین فرد در داخل ایران و خارج ایرانه، یعنی هیچکی به اصلا نزدیک اونم نمیتونه بشه از نظر شناخت. در کور دهکده هم که در ایران هست، حالا به خاطر پدر و پدر بزرگش شاهزاده رو میشناسن، در خارج کشور هم همینطوره، یعنی تمام کشورهای فرقی هم نمیکنه دموکراتیک باشن یا نباشن شاهزاده رو میشناسن. تمام رسانه های دنیا به نظر من
دراشون برای شاهزاده بازه، یعنی هر موقع بخواد یه تقاضا بکنه براش برنامه مصاحبه میذارن، حالا ممکنه 2 دقیقه باشه، ممکنه حالا بیشتر باشه، ما نمونه هاشو در این 2 هفته گذشته دیدیم. بنابراین این یک قسمته. قسمت دیگه اینی که ببینین، آمدن پر کردن پتیشن exchange.com یا .org در حقیقت صلاحیتی رو نداره که شاهزاده رو بخواد به صلاح وکالت داده بشه. یعنی به عنوان مثال بخوام بگم، ما در کانادا اگر یک پتیشنی رو بخوام راه بندازیم، گاورمنت البته، نه اینکه همین اکسچنج ما همونو داریم، ولی در کانادا اگر ما یه چیز رسمی بخوام، من فکر میکنم که آمریکا همین سیستم رو داره که شما این پتیشن رو امضا میکنید و ثبت میشه با تمام مشخصاتی که شما دارین، ایمیلتون، پاس، کد، آدرس پستیتون یا غیره و غیره، و این وریفای میشه، تشخیص داده میشه، و این در مجموع یک توتال، یک جمعی عدد میاد بیرون، آخر سر میگن که این تعداد وریفای شده و این تعداد اومدن و امضا کردن. در مورد شاهزاده من فکر میکنم و بسیاری هم فکر میکنن اصلا نیازی به وکالت گرفتن از کسی نداره. یعنی اگر من بیام بگم من شاهزاده من به شما وکالت میدم، اون یکی میگه من به شما وکالت میدم، این در حقیقت از نظر سندی و از نظر پرستیجی یا هر چیزی دیگه نمیتونه این با این صحبت من یا حتی اکسچنج که من میتونم 10 تا امضای اکسچنج بکنم و خود شما هم همینطور یا دیگران. بنابراین به نظر من اون صحبتی که شاهزاده بعد که وکالت داشته باشه که بخواد بره با کی صحبت بکنه، ایشون وکالت داره و میتونه بره این کار رو انجام بده بدون اینکه کسی بخواد که این کار انجام میشه. این یه قسمت. قسمت دوم مربوط میشه به یک توییتی بین شاهزاده و 5 نفر دیگه در قبل از، یعنی سر سال تحویل مسیحی دادن بیرون، و علتش هم که دادن بیرون این بود که میخواستن که در حقیقت 2023 با شگون 2023 این در حقیقت این توییت بیاد بیرون، که متاسفانه به تعدادی از کسانی که قرار بوده که اونا هم شرکت بکنن نرسید یا دیر رسید. یعنی آقای، به عنوان مثال میگم، آقای مقتدی که من باهاش صحبت میکردم گفت من دست من دیر رسید، روز بعدش رسید، یا خانوم عرشبت که شیرین عبادی گفتن ساعت 11:30 مهمان داشتن اصلا نتونسته نگاه کنی، و چند نفر دیگه که نتونستن. و منظورم از این صحبت، و چند نفر دیگه البته، منظورم از این صحبت اینه که یک قراری، یک سخنی، یک گفتاری بین این افراد انجام شده بود که به صورت گروهی جمعی بتونن به همدیگه یک کاری رو شروع بکنن. ولی این مصاحبه که انجام شد با تلویزیون من و تو و این واژه وکالت پیش آمد، یکی از، حالا اینطور که گفته میشه، واژه رو گرفت، حالا اسمش هم نمیاریم اینجا، و اینو توییت کرد به آقای علی کریمی و ایشون هم وایرالش کرد، و بعدم دیدیم که به کجا رسید. و خوشبختانه، البته قبل از اینکه خوشبختانه رو بگم، من به عنوان یک نفر که دنبال میکنم روز به روز تمام مسائل مربوط به ایرانو، من دیدم که اختلافات بسیار زیادی انجام شد، به خصوص کسانی که قرار بود که در این مجموعه باشن ولی دیگه وارد این مجموعه نشدن. و ما کما این که ما دیدیم که این دوستان و عرشبت توتوت و بسیاری کسای دیگه که من میشناسم، اینها نیامدن و اون وکالت رو بدن، نه اینکه قبول نداشته باشن، نه اصلا اینطور نیست، ولی همون به اصطلاح جاجمنتی که من چند لحظه پیش خدمتتون گفتم که شاهزاده نیازی نداشت که این کار انجام بشه. و این، میگم خوشبختانه قسمت دومش این بود که شاهزاده اینو جمعش کردن، گفتن نه
این ما قراره که با همدیگه باشیم و با همدیگه یه کارهایی رو بکنیم و غیره، و این باعث شد که اون مشدونی ها و اون نفت ریختن به آتشی که جمهوری اسلامی بهش دامن میزد خوشبختانه فروکش کرد. و به نظر من کار درستی بود شاهزاده، این با جمع کردنش به نظر من کار درستی بود و خوشبختانه ما در این دو مرتبه بر میگردیم، کما اینکه صحبت از این هست که به زودی نشستی بین این خانم ها و آقایون انجام بشه. و حالا میخواستم که اگر این توضیحات که من خدمت دادم اگر نکته‌ای داریم بفرمایید، وگرنه میریم به موضوع دیگه. بله، من واقعا توصیه میکنم کسانی که میگن این کارزار انشقاق در صفوف اپوزیسیون ایجاد کرده، من به اونو پیشنهاد میکنم که هر کسی که رهبر تفکر سیاسی اونو هست برای اونم یک کارزار شبیه به این را بندازن تا ببینیم که اونا چند رأی میارن. اگه فرض کنیم مثلا 10 تا 15 تا حزب سیاسی الان در ایران دارن با هم در خارج از ایران یا در داخل ایران دارن با هم دیگه رقابت میکنن برای مبارزه برای علیه جمهوری اسلامی، من دارم میخواد ببینم اگه یک کارزاری شبیه این به این را بیفته رهبران اون احزاب چقدر رأی میارن. کسانی که به تعداد رأی های شاهزاده، البته اون توییت کارزار بیشتر از 2 میلیون بار ریتوییت شده که خودش اینو یه نوع رأی دادنه. من به رأی ریزی بلومبرگ فارسی اشاره کردم، یه رأی ریزی دیگه هم وجود داره که ایرانی‌ها حدود 5 ساله در یک وبسایتی به نام راه رهایی مردم ایران rrmiran.com یه رأی ریزی کردن که حدود 13 میلیون نفر تا به حال در شرکت کردن و از این 13 میلیون نفر 8 میلیونش به شاهزاده رضا پهلوی رأی دادن. هر کسی میتونه خودش بره اونجا ببینه که این رأی ریزی یکی از واقعا استخوان‌دارترین رأی ریزی هایی که ایرانی ها تا به حال نظرخواهی هایی هست که ایرانی ها تا به حال کردن. حتی کسانی که مورد انتخاب شدن کاندیداها را هم اجازه دادن خود مردم انتخاب بکنن، برای مدت 6 ماه از مردم خواستن رأی بدن به کسانی که قرار انتخاب بشن و 375 نفر از کسانی که بالاترین رأی را گرفتن گذاشتن به مورد انتخاب شدن و الان 5 سال هست که 13 میلیون ایرانی نسبت به اونا رأی دادن و شاهزاده 8 میلیون رأی میونه داره که تقریبا میشه چیزی همون حدود 70%ی که بلومبرگ گفت. و اینا و یک رأی ریزی دیگه هم در برلین انجام شده به وسیله یک سازمان نظرخواهی دیگه، یه سازمان علمی دیگه به اسم Empirical Research Foundation Institute که اونم از حدود 2000 نفر در داخل ایران نظرخواهی کرده که رای ریزی اونا هم چیزی حدود 70% طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی نشون داده. برای این کسانی که میخوان دکون سیاسی خودشون رو روی حمله به معیارها و استانداردهایی که شاهزاده و خاندان پهلوی رو محبوب نشون میده میخوان سرمایه گذاری کنن، بدونن که از این نمد برای اونها کلاهی دوخته نخواهد شد. دو تا نکته دکتر، یکی این که شما فرمودین که گروه های مختلف بیان اونا هم بخوان که وکالت بگیرن از کسای از طرفداران خودشون. من فکر نمی کنم به هیچ وجه بتونن اون تعدادی که شاهزاده یعنی کالکتیولی، یعنی همشون اگه بخوان با هم جمع بشن و بخوان وکالت بگیرن، من فکر نمی کنم به اون حدی که شاهزاده هست برسن. این نظر شخصی منه، حالا درست یا غلطشو نمیدونم. ولی از طرف دیگه مؤسسه گمان که حتما شما میدونین، عمار ملکی آخرین آماری که داد اگر اشتباه نکنم 39.5، حالا بذاریم 40%، 40% شاهزاده رو به عنوان نفر اول در اون لیستی که کرده بودن، که من آمارشو دارم دونه به دونه دارم، و ایشون 40% بودن و نفر بعدی با اختلاف بسیار بسیار زیاد حدود 20,000 نفر سروی شده بودن، آمار گرفته بودن. نفر بعدی آقای ابراهیم رئیسی بود که با 17%، که البته چون تعداد بسیار زیادی حدود 80 یا 85% از داخل ایران گرفته بودن، حالا به خاطر ترس یا هر چیزی دیگه
به آقای رئیسی رای دادن، که البته من فکر میکنم که اگر آقای رئیسی نبود تعدادی که شاهزاده میتونست بگیره بیشتر از اون 40% میشد. حالا من وارد اون نمیشم، ولی یک موضوع اصلی دیگه هم مونده که من میخوام 5 دقیقه فرصت داریم، میخوام خیلی سریع از شما سوال بکنم، که این موضوع هم از جزء برنامه بود که میخواستم از شما سوال بکنم، و اونی که موضوع آیت الله سیستانی بود. آیت الله سیستانی که یک موضوعی بود که بسیار کانتروورشال بود، بحث انگیز بود، و میخواستم که شما در این 5 دقیقه که مونده یا 4 دقیقه مونده، اون چیزی که میشه در این 4-5 دقیقه برای بینندگان بگین از اول یا آخر یا هر چی که هر جا که صلاح میدونین راجع بهش صحبت بکنین. بفرمایید. مهمترین موضوعی که درباره آیت الله سیستانی میشه گفت اینه که حرف آخر رو شاهزاده زدن و گفتن که به هیچ وجه گفتگویی بین ایشون و آیت الله سیستانی انجام نشده. ولی من میتونم نظر خودم رو به شما بگم. من اگر جای آیت الله سیستانی بودم، من اگر جای مرجعیت قم بودم، برای نجات اسلام مشاهده میکردم ببینم هر سال که جمهوری اسلامی سر کار هست چقدر از محبوبیت و مقبولیت شیعه حداقل مذهب شیعه در دل مؤمنین کمتر میشه. و اگر یک همچین ارقامی خودم مستقلن به دست آوردم و دیدم که حضور جمهوری اسلامی در قدرت نسبت عکس با محبوبیت جمهوری با محبوبیت دین مذهب شیعه در دلهای مردم ایران و عراق و افغانستان داره، در اون صورت سعی میکردم به برنامه هایی بپیوندم یا سعی میکردم به رهبران سیاسی که امکان اینو دارن که دوباره حکومتی تو ایران برقرار یک حکومت سکولار رو در ایران مثل زمان پهلوی ها برقرار بکنن، برای اینکه مرجعیت شیعه خیلی خوب میدونه که در زمان پهلوی ها چقدر میونه مردم ایران احترام داشتن. اگر یه تاکسی میدید که یک روحانی تو خیابون وایساده، با احترام جلوش میستاد. روحانیون میونه مردم ایران احترام داشتن و جمهوری اسلامی ضربه عظیمی به این هم به جایگاه روحانیت و بدتر از اون به جایگاه اسلام به عنوان منبع آرامش در دل مردم ایران زده. و به نظر من یک رهبر واقعی که دل در گرو اعتلا و سربلندی اسلام داره باید خواستار سرنگونی هرچه سریعتر جمهوری اسلامی، به شرط اینی که در بعد از جمهوری اسلامی خونریزی بر علیه مسلمانان یا اسلام ستیزی انجام نشه، که اون چیزی هست که شاهزاده هم دربارش صحبت کرده. بنابراین اگرم مرجعیت حالا این کارو نکردن، من بهشون پیشنهاد میکنم بعد از این کارو بکنن. بله، من با شما هم عقیده هستم. همون در ابتدای این برنامه گفتیم که چرا مساجد خالیه و نمونه هاش هم برای اون آخوندی که ویدیوشو دیدیم مشخص شد. بنابراین من فکر میکنم که کاملا این صحبت مطلبی که شما گفتین کاملا با شما موافق هستم. برای پایان این برنامه من میخواستم موضوع رو مطرح بکنم، و اونی که این موضوع ریس پر پهبادهایی که استفاده شد برای اصفهان یک هشدار بسیار بسیار توجه من و خیلی کسای دیگر رو جلب کرد، و اینکه یعنی اون ریز پهبادها میتونه در حقیقت بیت رهبری رو روی خاکستر بکنه و بره، و امیدوارم این کارو بکنه. من اینو در روی ایر دارم میگم، و امیدوارم که کسانی که این کار کردن، که خب تقریبا میتونیم حس بزنیم ولی نمیتونیم به یقین بگیم به خاطر مسائل سیاسی یا غیره، امیدوارم که این کار انجام بشه و اون موضوع سوریه که 500,000 انسان کشته شد و هنوز بشار اسد سر جاش هست در مورد جمهوری اسلامی پیش نیاد و ایشون در حقیقت دود بشه بره هوا. اگر نکته‌ای دارین از این موضوع از شما بشنویم و بعد برنامه رو ختمش بدیم. بفرمایید دکتر. بله، جمهوری اسلامی خیلی بهتر از من و شما میدونه که اقتدارش یک اقتدار پوشالیه، میدونه هارت و پورتای ژنرال ها و سرداران پوشالی سپاه هیچ کدوم قابلیت اجرایی نداره، به همین خاطره که همواره در مقابل امریکا و اروپا کرنش و نرمش قهرمانانه میکنه و انتقامش رو از ملت ایران میگیره که سلاحی در دست ندارن. ولی این روزگار به زودی تمام خواهد شد. داریم میبینیم که تکنولوژی هایی که دارن به کار میبرن برای علیه جمهوری اسلامی به قول شما تا قلب بیت رهبری هم پیش رفته، و
تمام گفتارهایی که از محافل خصوصی اونها هم داره بیرون میاد نشون میده که حتی در درون بیت رهبری و در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی هم وحشت از فروپاشی واقعا به قدری همه جا رو فرا گرفته که اینها بیشتر به دنبال نحوه سرنگونیشون هستن، نه خود سرنگونی رو دیگه مورد سوال قرار نمیدن، بلکه دنبال این هستن که سرنگونی رو ملایم تر بکنن، برای اینکه میبینن چه خشمی در دل ملت ایران نسبت به اینا تلمبار شده. بله، خیلی ممنون. دو تا کنگلو طبق معمول مطالب مهمی رو مطرح کردین و مطمئنم بینندگان ما از این مطالب شما استفاده میکنن و این دو تا موضوع که الان به اصطلاح خیلی پاپولار هست که راجع به شما صحبت کردین و یه مقدار اون شک و شبهه‌ای که ممکن بود یا اون رومرزی که در دور و بر میچرخید شما راجع بهش صحبت کردین و این رومرها رو به واقعیتی که اون چیزی که بود شما گفتین. بازم سپاسگزارم دکتر کنگلو که آمدین و در برنامه ما شرکت کردین. از طرف خودم و بینندگان از شما سپاسگزارم و به درود میگم. من سپاسگزارم برای دعوتتون، خیلی متشکرم.